در دل من مها دل افروز توی، خوبان هستند لیک دلسوز توی. شادند جهانیان به نوروز و به عید، عید من و نوروز من امروز توی. من هم یاد پروردگار سلام و صبح بخیر بیننده خوب برنامه هموطنان عزیزم، امیدواری صحتمندی هر یک شما را داریم انشاءالله که در کنون گرم خانوادهتان زندگی را با خوشی ها بگذرانین. سال نوتان مبارک، سال پر از خوشی ها براتان میخوایم انشاءالله که خوشبختی ها در انتظارتان باشه. امروز برنامه ویژه داریم به مناسبت روز سال نو. همچنان در برنامه من تنها نیستم، با ما همکار خیلی خوبم شعیب جان صبوری همچنان هستن و برنامه را یک جا با هم پیش میبریم. سلام، صبحتان بخیر شعیب جان، خوش آمدین، سال نوتان مبارک، لباسایتان مبارک. تشکر، سلام به شما، سلام به تمام بیننده تلویزیون تیوی چراغ. من به نوبه خود سال نو بر تمامی بیننده عزیز تلویزیون تیوی چراغ تبریک میگم. آرزو میکنم که سال را امسال را با شکوه تجلیل بکنن و سال نو خوب استقبال بکنن. جا دارد که یادآوری بکنم که یک سال از نشرات تلویزیون تیوی چراغ گذشت. تلویزیون تیوی چراغ توانست که در این مسیر و با این حرکت بتوانه به بیننده عزیز و بر مردم هموطنان افغانستان مصدر خدمت شو و معلومات تیوی شان را اضافه تر بسازه. به همین دلیل ما امروز که مهمان را که در استودیو دعوت کردیم ازشان پذیرایی میکنیم. آقای نصرت الله متین است، فعال محیط زیست و همچنان نویسنده در رابطه به محیط زیست. خیلی خوش آمدین آقای متین. تشکر میکنم. به نام خداوند سرسبزی و شگوفه ها، سلام گرم خود تقدیم شما و همچنان بینده های عزیز تلویزیون تیوی چراغ میکنم و من امروز خرسند هستم که امروز روزی که فصل شروع زیبایی ها است و همچنان به مناسبت ای که سالگرد تلویزیون طبی هست که تلویزیون طبی چراغ یک ساله شد، به شما مبارک میگم و به می شکل شروع فصل زیبایی ها را به شما و به تمام بیننده های عزیز و هموطنان ما تبریک میگم. خیلی ممنون آقای متین، ممنون از اینکه شما تشریف آوردین در برنامه ما. ما هم سال نو به نوبه خود برتان تبریک میگم، انشالله که سال پر از خوبی ها داشته باشین. و آقای متین، شما که یک نویسنده هستین همواره از زیبایی های طبیعت می نویسین، نوروز از دیدگاه شما چگونه است؟ خب نوروز یا سال نو قسمی که می فهمیم یعنی فصل شروع زیبایی هاست. در این فصل در طبیعت همه چیز بر ما پیام زیبایی میده. شگوفه به ما پیام زیبایی میده، سبزه هایی که نو می روید پیام های زیبایی میدن. به می شکل با دیدن سبزه ها و با دیدن شگوفه ها روح و روان ما تازه میشه. بنان نوروز یا سال نو یک فصلش روی زیبایی هاست. دقیقا. و این فصلی است که نه تنها زمین زنده میشه، بلکه با دیدن این زیبایی ها و با این سرسبزی ها انسان ها و دیگر موجودات زنده هم انرژی دوباره میگیرن و یعنی یک انرژی دوباره میگیرن و زنده میشن. بله، بسیار خوب، خیلی ممنون. بیننده خوب برنامه، جا داره که یادآوری بکنم که آقای متین یک کتاب نوشتن تحت نام فرهنگ حفاظت از محیط زیست که نویسنده خودشان هستند. در مورد کتابتان میشه کم معلومات بدین آقای متین که کدام موارد شامل ساختین؟ خب کتاب فرهنگ حفاظت از محیط زیست که واقعا یعنی ما اول باید بگیم که چرا این کتاب را نوشته کردیم، بعد از اون میپردازیم به بخشایی که در کتاب است. در قدم نخست وقتی که من حیث محصل محیط زیست در جامعه میدیدم یک خلا وجود داشت. یعنی گرچه ما متاسفانه خلاهای زیادی داریم، اما یکی از خلاهایی بود که فرهنگ حفاظت از محیط زیست، شناخت محیط زیست، طبیعت شناسی اینا در جامعه وجود نداشت. بنابراین من از اینجا الهام گرفتم که باید طوری یعنی کار صورت بگیره که مردم تشویق به حفاظت محیط زیست شون، نه تنها آگاهی برشان داده شوه، بلکه بتونن که یعنی ما بتونیم که اونا رو تشویق بکنیم تا از محیط زیست حفاظت بکنن. و کتابی که نوشته شده در کل 5 بخش داره که بخش اولش مقدمه و بعض اساسات محیط زیست است که خود محیط زیست را معرفی کرده و به اهمیتش پرداخته. در فصل دوم کتاب نقل قول های محیط زیستی از علمای جهان را یعنی جمع‌آوری کردیم که در اون قسمت بر از او پرداخته شده که شامل نقل قول ها در بخش های مختلف است. نقل قول ها در مورد درختان است، در مورد منابع طبیعی است، نقل قول های گل ها است که بیشتر ربط میگیره با فصل نو و همچنان نقل ها در مورد آب و غیره است. فصل بعدی که داره اندرزها و
یعنی گفتگوهای محیط زیستی است که در شکل قالب ادبیات فولکلوریک بگونگوی محیط زیستی برشته تحریر در آمده که این فصل یعنی کاملا بخشی است که به جامعه ما میپردازه. بگونگوهای محیط زیستی است که با دیدن به فرهنگهای منفی که ما در شهر متوجه شدیم همه روزه 5 الی 10 بگونگو را نوشته کردیم، بالاخره به یک مجموعه تبدیل شده. و فصل بعدی که داریم شعارهای محیط زیستی است که بیشتر برای کمپاین ها وقتی که ما میخواییم استفاده بکنیم، مردم را تشویق بکنیم، میتونیم از شعارها به شکل خوبی استفاده کنیم. و بالاخره فصل اخیری که است در برگنده محیط زیست افغانستان است که در اینجا محیط زیست افغانستان تشریح شده، چالش هایش تشریح شده، همچنان در برگیرنده بعضی راه حل های محیط زیستی است. و در اخیرش یک ابتکار دیگه که در این کتاب است، او تقویم محیط زیستی است که جهت استقبال و همچنان تجلیل از روزهای محیط زیستی از منابع مختلف ما تاریخ ها را جمع آوری کردم و در قالب تقویم محیط زیستی او را ترتیب کردم تا عزیزان و سبزندشان بتونن از روزهای محیط زیستی استقبال بکنن. خیلی خوب. ما هم کوشش میکنیم کتاب شما را از کتابخانه پیدا بکنیم و یک بار مطالعه بکنیم و به بینندگان عزیزم پیشنهاد میکنم تا یک بار از کتاب فرهنگ محیط زیست مطالعه بکنن، پیش خود داشته باشن. کتاب خوبی است، بدل از اینکه ما شما در کشور که زندگی میکنیم خیلی به موضوعات آلودگی محیط زیستی روبرو هستیم، تا حد توان میتونیم بر خاطر شناخت خود ما از محیط زیست کمک مطالعه بکنیم. به همین دلیل میخوایم از شما یک پرسش داشته باشیم. آقای متین، بهار آمد، گلهاشو گفتن و سبزه ها رویدن، رویدن ای بهار و سبزه ها بالای محیط زیست چی تاثیراتی داره؟ خب رویدن سبزه ها و گل ها یعنی فصلی است که یعنی فصلی است که میتونیم بگویم عروس سال گفته میشه، یعنی فصلی است که در او زیبایی ها به اوجش میرسه. اما چی خوب است که ما از این زیبایی ها استفاده خوب بکنیم، چی خوب است که یعنی در ضمن استفاده از زیبایی های طبیعت و لذت بردن در حفاظتش بکوشیم. قسمی که میدانیم فصل بهار یکی از فصل هایی است که در او یعنی ارتباط مستقیمی با معیشت انسان داره. یعنی فصل هایی که در اینجا یعنی شروع فصل ها می باشه، محصولات مختلف کشت میشه، یعنی این مهمترین فصل است که ابتدای مثلا تغذیه ما شما رو میگیره. غذایی که ما به دست میاریم، میوه که به دست میاریم، همش یعنی سرچشمه از این فصل است که در این قسمت یعنی فصل بهار نه تنها ما باید به خاطر زیباییش برش اهمیت بیشتر بدیم و ازش استقبال بکنیم، بلکه چون یک فصل است که میتونیم بگویم که تهداب فصل های دیگر را تشکیل می ده و تهداب معیشت و آسایش انسان را تشکیل می ده. بنان یکی از فصل هایی است که نه از لحاظ روانی بلکه از لحاظ یعنی مادی هم برای انسان ها خیلی یک فصل پرارزش است. یعنی آقای متین شاید تاثیرات بهار باشه که ما 3 نفر غیر مقبول شدیم. دقیقاً. ممکن به خاطر تراوت بهار یعنی تاثیرات می داشته باشه روی روان انسان. دقیقاً. روی فیزیک انسان بسیار تاثیر خوبی داره. دقیقاً به اون شکلی که طبیعت زیبا میشه، سیاره زمین زیبا میشه، اونایی که در این سیاره زندگی میکنن هم زیبا میشن دیگه. بدل از این گفتم آقای متین که تا حال بر من خاله جان کس نگفت شما مقبول شدید. نه واقعا تشکر یا گلم از شما، نشانه های بهار واقعا در وجود شما هم دیده میشه. شکر زنده باشین. خیلی ممنون، تشکر. آقای متین، میخوایم از شما پرسش داشته باشم که ما معمولا در بهار هموطنان عزیز ما نهال شانی میکنن، نهال غرس میکنن، ولی متاسفانه بعد از یک مدت زمان کوتاه، مثلا یک ماه دو ماه بعد خشک میشن نهال ها، درخت هایی که میشنن. میخوایم که نظر شما را به صفت فعال محیط زیست داشته باشیم که چگونه میتونیم فرهنگ سازی بکنیم به خاطر حفظ درخت ها یا نهالایی که ما به سال نو میشانیم و غرس میکنیم. دقیقا یک نکته خیلی مهم را اشاره کردین. متاسفانه بعضی کارهای ما نمادین میباشه، تا فصل زمستان شروع نشه ما متوجه آلودگی نمیشیم، تا فصل بهار نشه متوجه نهالشانی نمیشیم. نه خیر، این کمپین ها و این آگاهی دهی ها باید دوامدار باشه. به همون شکلی که ما در فصل بهار کمپین های نهالشانی را یعنی برگزار میکنیم، برنامه های نهالشانی را برگزار میکنیم، مردم، ادارات زیربط باید در فصل های بعدی کمپین های فرزند آبیاری را برگزار بکنن، به این شکل آگاهی بتن که ما چگونه بتونیم از نهال ها حفاظت بکنیم. متاسفانه همه ساله تعداد یعنی کثیر از
نهال ها غرس میشه، اما بر سال بعد میبینیم که یعنی خیلی تعداد بله اندکش موجود است. دقیقا اینجا باز هم یک خلای فرهنگی وجود داره که کار ما اکثرا نمادین می باشه، فقط در فصل بهار نهال غرس می کنیم، کمپاین های نهال شانی و برنامه های نهال شانی می باشه. اما یک ماه که گذشت دیگر خبری از نهال نیست، خبری بله. از آبیاری نیست. بنابراین این برنامه ها و این کمپاین ها باید دراز مدت باشه، یعنی باید طوری دیزاین شوه یا طرح شوه این برنامه ها که فصل به فصل یک برنامه دیگر را کمک بکنه. نه. اگر ما ببینیم همی غرس نهال است که میتونه که آلودگی را کاهش بده، در صورتی که ما نتانیم بعد از فصل بهار به آبیاری و نگهداشت نهال ما بپردازیم، پس ما هیچ کاری در حقیقت نکردیم، چون نهالی که ما شاندیم اکثرتشان پس از بین میرن. خوش میشه هر انسان یا هر شهروند افغانستان حداقل یک نهال غرس بکنن تا اینکه ما و خانواده های ما در یک محیط پاک و صاف زندگی بکنیم. خب بیننده عزیز، ما پیشنهاد میکنم تا اینکه ما چند سال پیش رو را که داشتیم میدیم که سال نو برگزار میشد به خوبترین وجهش، اما در اخیر روز میدیم که کثافات شهر رو به افزایش میشد. من نمیفهم که دلیلش چی است. ما بیشتر مثل که آقای متین یادآوری کرد که مشکل شهرنشینی وجود داره و ای که مشکل فرهنگی وجود داره. از آقای متین میپرسیم که روی ازی دلیل هم باید صحبت بکنن که دلیلش چی از داخل سال که ما با چقدر خوبی میخوایم که از او تجلیل بکنیم و در اخیر روز با هم چون کثافت های بسیار زاد رو برو میشیم، حتی ریاست تنظیف و مو مشکل مواجه باشه که حتی پرسنلش رخصتی نمیکنن. باید بگویم که به امو اندازه که ما از طبیعت لذت میبریم باید امانتدار خوبی باشیم، باید محیط خود را کثیف نسازیم. یعنی قبلا هم اشاره کردم که ما در ضمن اینکه از محیط استفاده میکنیم باید یعنی یک استفاده کننده خوب باشیم، استفاده کننده خوب باشیم. وقتی که ما در روز نوروز تجلیل میکنیم طبعا هر انسان از خود زباله یعنی به بار میگذاره، ما کوشش بکنیم که یعنی امیر به شکل درستش استفاده بکنیم. طبعا یعنی و قدر کثافت دانی های خود بود در محلاتی که ما می باشیم تا در تفرجگاه ها ما وقتی که از وسایل استفاده می کنیم اما بقایا را به جای درستش بتانیم بندازیم تا مسئولین مربوطه و کارمندان شاروانی و نارنجی پوشان ما بتانن که از اونا یعنی اونا درست جمع آوری بکنن. بنابراین ما باید یک امانتدار خوب باشیم، استفاده خوب باید بکنیم به شکلی که ما اگر از طبیعت استفاده بکنیم به تفرجگاه ها به سیاحت بریم اما در طبیعت ما از خود یک میراث منفی باقی بگذاریم. به طور مثال پلاستیکی که ما بعد از یعنی سیاحت ما میمانه او چیزی است که تا سالهای سال اونجا میمانه. بنابراین این یک میراث منفی ما به زمین گذاشتیم. چی خوب است که ما امانتدار خوب باشیم، از طبیعت استفاده خوب بکنیم. بسیار خوب، خیلی ممنون، سلامت باشین. ممنون از اینکه تشریف آوردین. در آخر پیامتان می داشته باشین به صفت فعال محیط زیست، پیامتان به خاطر داشتن زیبایی های طبیعت چی است برای هموطنان عزیز ما؟ تشکر از شما که به یک موضوع مهم وقت گذاشتین. اول می خواهیم شعار خود را بگویم که شعار امسال ما برای نهال شاندن ای بود که ما دو نهال غرس می کنم، یکی برای خودم و یکی برای افغانستان. آلیست. و به امید روزی که افغانستانی داشته باشیم که یعنی چالش های محیط زیستی نباشه، بسوی افغانستان سبز و آری از هر نوع چالش محیط زیستی. انشالله. خیلی ممنون آقای متین، ممنون از اینکه تشریف آوردید. سلامت باشین. بیننده خوب برنامه، امیدوار هستیم که تا این لحظات برنامه ما را همراهی کرده باشین. جا دارد که سپاسگزاری بکنم از جامع دیزاین به خاطر تهیه لباس های مجریان. بله و تشکر بیننده عزیز تا این دم ما را همراهی کردین. میریم به یک وقفه خیلی کوتاه، زود برمیگردیم.